خب دوستان عزیز، با یک پژوهش تأمل برانگیز دیگه در خدمتون هستم. به نظرم اومد پژوهش جالبی است، با وجود اینی که 6 سال از انتشار اون میگذره، ولی جزء پژوهش‌های خیلی مشهور هست، مورد استناد قرار میگیره و نتایج بسیار تأمل و بحث‌انگیزی رو داشته. اسم پژوهش هست Reading to Young Children: A Head Start in Life. در واقع کتاب خواندن به کودکان برای کودکان جوان، یک پیش افتادن در زندگی، که در ژورنال Economics of Education Review چاپ شده. نویسنده های او کالب از ملبورن استرالیا و یان ون اورس از کشور هلند هستند. یک کار مشترک بین کشور هلند و استرالیا است و نتایج جالبی در بر داشته. میدونید یه سوالی که همیشه مادران پدران میپرسن اینه که خب چه عواملی با هوش و توانایی‌های شناختی کودک مرتبطه و ما چه کارهایی میتونیم بکنیم که احتمالاً به افزایش این توانایی‌ها در کودک منجر بشه. وقتی شما پیشینه این پژوهش‌ها رو نگاه میکنید، به غیر از حالا مواردی که به صورت سرشتی و ژنتیکی مطرح میشه، برخی عوامل خیلی مشهور اجتماعی که میگه با قدرت شناختی کودک ارتباط داره، اینا هستن. مثلا تعداد کتاب‌هایی که کودک داره، یعنی هرچی کودک تعداد بیشتری کتاب داشته باشه، دیدن توانایی‌های خواندن و هوشیش افزایش پیدا می‌کنه. داشتن روزنامه در منزل، اونایی که روزنامه یا مجله مشترک هستن و هر روز یا هر هفته براشون این وسایل، این در واقع رسانه‌ها میرسه در خونه‌شون. داشتن ابزار موسیقی در منزل، بازدید از موزه و تئاتر و دریافت تدریس‌های خاص، یعنی حالا مثلا بچه کلاس میره، کلاس ورزشی میره، کلاس موسیقی میره، کلاس خطاطی میره، کلاس آواز میره، بالاخره هر چیزی که بچه میره کمک میکنه به افزایش هوشش. یکی از اون عواملی که توی مطالعات خیلی پررنگ دیده شده و دیده شده که همبستگی داره با افزایش هوش کودک، کتاب خواندن برای کودک، یعنی والدین به خصوص مادرها بشینن هر روز برای کودکشون کتاب بخونن. میدونید این یه کار خیلی شایعه، به خصوص بد تایم، زمان خواب، کودک در رخت خوابشه، در تخت خوابشه و مادر میشینه براش مثلا چند دقیقه چند صفحه کتاب میخونه و نشون دادن که این یک همبستگی بالایی با هوش و توانایی‌های شناختی کودک داره. منتها همیشه سوالاتی در این زمینه مطرح بوده در موردی که بین این دوتا همبستگی هست کمتر شک هست، ولی 3 سوال عمده وجود داشته. آیا این صرفاً یک همبستگی یا رابطه علی و معلولی وجود داره؟ این میتونه صرفاً یه همبستگی باشه، خانواده هایی که مرفه ترن، خانواده هایی که سطح اجتماعی بالاتر دارن، خانواده هایی که خب فرهیخته ترن، حالا به دلیل عوامل سرشتی، ژنتیکی، مالی، اقتصادی، خب طبیعتاً اینا کتاب بیشتری دارن و ممکنه کتاب بیشتری هم برای کودکشون بخونن، به خصوص خانواده هایی که وقت آزاد بیشتری دارن. پس این ممکنه علی نباشه و میدونید که برای اینکه شما بخوای رابطه علی رو پیدا بکنی، بهترین و دقیق ترین راهش اینه که دست به آزمایش و آزمون بزنی. مثلا بیای به صورت تصادفی کودکان رو به 2 تقسیم بکنی، تو 1 اصرار کنی والدین برای بچهشون کتاب بخونن و 1 رو هم از این فعالیت لذت بخش و احتمالا مفید محروم کنی و بعد بیای تفاوتهای این دوتا رو بسنجی. خب میدونید این کار نه اخلاقیه، نه شدنیه و نه اصولا خانواده ها رضایت به همچین کاری دارن. پس بیشتر اون چیزی که ما در این زمینه داریم یک همبستگی هست، یعنی این عوامل با هم دیده شده و هنوز در مورد اینکه دقیقاً خوندن کتاب منجر، یعنی به صورت علیتی منجر به افزایش هوش میشه، ما نمیتونیم به راحتی صحبت کنیم. دومین سوالی که مطرحه اینه که آیا این گذراست یا اینه که پایداره. ممکنه شما مثلا کودک 4 رو داشته باشید، بگیم براش کتاب میخونم، این خیلی تصاویر کتاب رو دوست داره، خودش حتی میتونه قصه رو جلو جلو بازخوانی کنه، به خصوص اینا که چند بار برای بچه قصه میخونن میگن قصه رو حفظ شده، حتی میتونه اون نوشته ها رو با اون کلمات در واقع مطابقت بده، یعنی یه چیزی یاد میگیره اونجا، حتی بعضیا میگن میتونه بخونه خودش، ولی خب ممکنه چند ماه که گذشت این ناپدید بشه و فروکش کنه. و اصولا برای اون بچه‌هایی هم که شما قصه نمیخونی، بعدن اینا که پا به سن میذارن، مسن‌تر میشن، به سن بزرگسالی میرسن، فاصله شون کم بشه و عملا این فاصله ناپدید بشه، یعنی به عبارت دیگر اتفاق خوبی بوده ولی اتفاق ماندگاری نبوده. و سومین سوالی که مطرح میشه، آیا توانایی خواندن افزایش پیدا میکنه، آیا توانایی کلامی لغوی افزایش پیدا میکنه یا گسترش پیدا میکنه به حوزه های دیگر هوش،
مثلا هوش ریاضی، هوش استدلال، هوش فضایی تصویری، آیا به اون حوزه ها هم در واقع ارتباط پیدا میکنه یا نه؟ خب ما چیزهای دیگه هم میدونیم. مثلا دیده شده که کتاب خوندن برای کودک با سواد مادر یک همبستگی خیلی بالایی داره. یعنی تو خانواده های بیشتر اتفاق میفته که مادر با سواده و هرچی سواد مادر بیشتره کتاب خوندن برای کودکان هم بیشتر خواهد بود. اونایی که وضع اقتصادی بهتری دارن هم همینطور. و همچنین یک شبهه‌ای وجود داره، اینه که فرزند چندم باشی. تقریبا این گونه گفته میشه که فرزندان اول شانس بیشتری دارن که والدین براشون کتاب بخونن، چون وقت بیشتری دارن و وقتی تعداد فرزندان خیلی زیاد میشه ممکنه این اتفاق کم بشه. مثلا در انگلستان دیدن به طور متوسط فرزند اول در مقایسه با فرزند دوم 20 تا 30 دقیقه بیشتر وقت اختصاصی با مادر پدرش داره و بالاخره مادرها ترجیح میدن برای دخترها بیشتر بخونن. و حتی شاید این داستانی که میگن خانوم ها توانایی کلامی بالاتری دارن و هوش وربال، هوش لغوی بالاتری دارن، واقعا ربطی به هورمون ها و ژن و بیولوژی نداشته باشه، صرفا برای اینه که با مادرها راحت تر مچ میشن و مادرها در واقع بیشتر براشون کتاب میخونن و این منجر به جلو افتادنشون بشه. میگم اینا میتونه همش فرضیه باشه. حالا چرا من این مقاله رو انتخاب کردم؟ چون میدونید با وجود اینی که اشاره کردم برای پی بردن به مسئله همبستگی یا رابطه علی، شما اگر امکان آزمایش به صورت دو سو کور تصادفی نداری، باز از طریق پیگیری، مطالعات طولی و کنترل عوامل مخدوش کننده و عوامل واسط شاید بتونی در واقع برخی از این پارامترها رو خنثی کنی و از طریق در واقع مدل‌های آماری به گونه‌ای وجود رابطه علی رو نشون بدی. این مطالعه چون یک مطالعه بسیار بزرگ و آینده نگر هست، این ویژگی‌ها رو داره. در استرالیا صورت گرفته و دو تا کوهورت رو دنبال کرده. یکیش کوهورت B هست که کودکان رو از بدو تولد تا یک سالگی توش ثبت نام کردن، از 2003 تا اونایی که 2003 تا 2004 به دنیا اومدن، و دسته دیگر کودکان 4 تا 5 ساله بودن، یعنی اونایی که 1999 تا 2000 سن سال تولدشون بود، و اینها رو چندین سال دنبال کردند. خب در این دنبال کردنی که صورت گرفت چند شاخص رو اینا در واقع سنجیدند. یکی در واقع نمراتی که کودک در LSAC به دست می آورد که این عبارت است از Longitudinal Study of Australian Children که یک مطالعه هست که توانایی های در واقع کودک رو از سنین خیلی پیش دبستانی تا سنین بالاتر در واقع پایش میکنه. و دیگری NAPLAN که در واقع National Assessment Program Literacy and Numeracy که در واقع یک برنامه سنجش توانایی‌های کلامی و ریاضی کودکان است. پس این ابزارها بودند و هنگام کسب این اطلاعات هم با والدین صحبت شده بود، هم با معلمین و مربیان، هم با خود کودک مصاحبه رو در رو داشتن، توانایی‌هاش رو ببینن و در واقع توانایی‌های هوشی و کلامی او رو بسنجن و همچنین پرسشنامه هم در اختیار هم معلمین و مربیان و هم والدین گذاشتن. یعنی می‌بینی هم آینده نگره، هم حدود 4000 نفر رو شامل شده و حدود 5 سال این 4000 نفر رو دنبال کردن و ابعاد مختلف تکامل و ترقی هوشی اینا رو سنجیدن. در کنارش رفتارهای والدین رو از نظر اینکه چقدر برای بچه کتاب میخونن رو هم بررسی کردن. خب اینجا من به صورت سری نتایج رو خدمتتون ارائه بدم. ببینید این ستونی است که در هفته 0 تا 2 بار در هفته برای کودک کتاب میخوندن و اینجا میشه 3 تا 5 بار و اینجا 6 تا 7 بار. هرچی رنگ تیره هست نمره کودک در آزمون‌های کلامی پایین‌تره. پس شما میبینید که این موارد روشن که نمرات بالا رو گرفته ارتباط بیشتری داره با 6 تا 7 بار در هفته برای کودک کتاب خوندن. این هم در مورد دخترها، پسرها صدق میکنه، هم در باره دخترها، هم هنگامی که ارزیابی کننده والدین هستند، هم هنگامی که ارزیابی کننده مربی مهد و پیش دبستانی است. یعنی شما میبینید به خصوص در دخترها، اونایی که 6 تا 7 بار در هفته براشون کتاب خونده میشه، اون دسته‌ای که نمرات 2 و 3 میگیرند که نمرات بالای کلامی هست خیلی بیشتر هستند در مقایسه با اونایی که هیچی براشون کتاب خونده نمیشه.
و در واقع وقتی سن 6 تا 7 سالگی همین کودکان رو هم بررسی کردن، دیدن کتاب خواندن در 4 تا 5 سالگی تا 6 تا 7 سالگی هم سرایت داره و شما اثرش میبینید. یعنی برای کودکانی که در 4 تا 5 سالگی بیشتر کتاب میخوندن، مثلا 6 تا 7 بار در هفته کتاب میخوندن، وقتی اینا 7 سالشون بوده نمرات بهتر، دهک های بیشتری رو در بر میگیره. و این نکته باز نگاه کنید در دختر خانم ها در واقع پررنگ تره. و وقتی این رو به صورت نمودار بر اساس نمرات نپلان نشون میدن که در واقع هم نمره آزمون‌های کلامی رو در بر می‌گیره و هم آزمون‌های ریاضی، خیلی واضح‌تر شما می‌بینید. ببینید، اومدن باز دوباره همون دوران 4 تا 5 سالگی رو در نظر گرفتن، یعنی زمانی که سنجیدن در 4 تا 5 سالگی بوده، 4 تا 5 سالگی چقدر والدین برای کودک کتاب می‌خوندن، کمتر از 3 روز در هفته یا 6 تا 7 روز در هفته یا 3 تا 5 روز در هفته. پس ببینید 3 گزینه مختلف داریم. زیر 3 روز اونیه که تقریبا کتاب براش نمیخوندن، خیلی کم میخوندن. 6 تا 7 روز یعنی تقریبا هر روز براش کتاب میخوندن. منتها نیومدن نمرات توانایی خواندن رو همون لحظه ببینن. اومدن تو سن 8 تا 9 سالگی نگاه کردن. شما ببینید چه در پسرها و چه در دخترها، اون گروهی که 6 تا 7 روز در هفته براشون کتاب خوندن، نمرات به طرز معنیداری جلوتر از گروه دیگه و به طریق اولا جلوتر از گروهی بوده که زیر 3 روز در هفته. و باز نگاه کنید این منحنی در خانوم ها، در دختر بچه ها خیلی بازتره، یعنی نشون میده که تأثیر خواندن برای دختر بچه ها خیلی بیشتر خودش رو نشون میده و اونا رو جلو میندازه. خب این در سن 4 تا 5 سالگی است و این در سن 6 تا 7 سالگی. منتها چه چیزی؟ این قبلی رو اگر شما نگاه کنید نمرات خواندن بود. یکی از سوالای ما این بود که آیا نمرات سرایت پیدا میکنن به حوزه های دیگه؟ این مهارت های شناختیه، یعنی حوزه هایی که به ریاضی و در واقع تجسم فضایی و گردش اجسام در فضا برمیگرده، یعنی خیلی به خواندن ربط نداره. باز شما میبینید چه در 4 تا 5 سالگی، چه در 6 تا 7 سالگی در پسران و همچنین 8 تا 9 سالگی باز در پسران و همچنین شما این رو در خانم ها دخترها میبینی، 4 تا 5 سالگی، 6 تا 7 سالگی و 8 تا 9 سالگی، نه تنها کتاب خوندن 6 تا 7 بار در هفته باعث افزایش توانایی های لغوی میشه، توانایی های ریاضی و فضای اونا رو هم بهبود میده. حالا اینا از طریق کنترل عوامل مخدوش کننده، شامل سن والدین، شامل موقعیت اجتماعی اونها و در واقع تعداد فرزندان در خانواده، اینها رو استخراج کردند. به همین دلیل تقریبا اینها معتقد هستند و نشون دادند که وقتی ما والدین به خصوص مادرها برای کودکانشون کتاب میخونند، فقط یک همبستگی نیست و به احتمال زیاد این پدیده نقش علی داره در افزایش هوش کلامی و همچنین هوش ریاضی کودک. این افزایش فراگیره و در همون زمان بسنده نمیشه بهش، یعنی تا سالهای بعد هم ادامه پیدا میکنه و نه تنها در واقع این قضیه ادامه پیدا میکنه، بلکه به نظر میاد کمک میکنه که کودک در سالهای بعدی از نظر تحصیلی جلو بیفته. خب این یکی از بحثهایی است که در واقع در کتاب The Weirdest People in the World که من چندی پیش در اینستاگرام در واقع معرفی کردم هم مطرح شده و در واقع چند صفحه از کتاب به این مقاله اختصاص پیدا کرده. من فکر کردم پس مقاله خوبیه، رفتم دیدم جاهای دیگه هم بهش زیاد استناد شده، در نتیجه اون رو براتون معرفی کردم. منتها پیامی که از این ما میتونیم در بیاریم اینه که در واقع هنگامی که سواد خانم ها افزایش پیدا میکنه، ما با زنان فرهیخته مواجه هستیم، نسل‌های بعدی هوششون افزایش پیدا می‌کنه. چرا؟ چون اینا شروع می‌کنن برای بچه‌هاشون کتاب خوندن، این فعالیتی است که خیلی بیشتر مادرها انجام میدن و این خودش باعث افزایش هوش نسل بعد میشه. و هوش نسل بعد به خصوص دختر بچه‌هایی که مادرهاشون براشون خوندن، خود به طریق اولا باعث میشه هوش نسل بعد افزایش پیدا کنه. و این میتونه بخشی از پدیده فلین رو توضیح بده. شما میدونید که این گونه گفته میشه که هوش اروپایی ها از سالهای 1900 یعنی ابتدای قرن 20 تا انتهای قرن 20 تقریبا یه استاندارد دیویشن افزایش پیدا کرده.
و این میتونه یکی از دلایل افزایش هوش باشه. و شما میبینید با سواد شدن خانم ها یک ملت رو میتونه تکون بده و باعث تغییر فراگیر فرهنگی و رشد و بالندگی بشه. من فکر میکنم این پیام مهمی داره که باید به اون توجه کنیم.